با سلام، این ویدیو رو در مورد نرم افزار مانیت دارم تهیه میکنم. این نرم افزار کارش مانیتورینگ سیستم های یونیکسی و لینوکسی هست، به این صورت که میتونه فایل ها، دایرکتوری ها و سرویس های نرم افزار ها و یک سری پروتکل های مثل سیپ، SNMP و نرم افزارهای سرویسی مثل آپاچی، MySQL و سایر نرم افزارها و سرویس های داخل شبکه رو مانیتور کنه، به این صورت که توسط فایل های کانفیگ این نرم افزار مانیت که بابت هر سرویس یا هر شیء یا آبجکتی در نتورک تنظیم میشه، اون سرویس رو، اون آبجکت رو چک میکنه و در صورتی که با مشکلی مواجه بشه اون آبجکت، حالا یا اختلالی داشته باشه و یا اینکه حالا اگر سرویس باشه سرویسش استاپ باشه و یا به درستی عمل نکنه، ابتدا آلرت ارسال میکنه و میتونه اون سرویس رو استارت، یعنی در واقع ری استارت کنه تا مشکل اون سرویس برطرف بشه. همونطور که اول گفتم، این نرم افزار لینوکسی هستش و روی سیستم عامل لینوکس قابل نصب هست. نصب این نرم افزار بسیار ساده است. با توجه به دیستریبیوت لینوکسی که مورد استفاده قرار میدیم، به راحتی قابل نصب هستش. در اینجا من از نسخه دبیان استفاده میکنم که نصبش به راحتی یک کامند apt install monit هستش، که چون قبلا نصب شده با پیغام already the newest version مواجه. مسیری که به صورت پیش‌فرض مالی در اون نصب میشه دایرکتوری etc مانیت هستش. تمام فایل های کانفیگ و تنظیماتی این نرم‌افزار مانیت توی این مسیر قرار میگیره که اصلی ترین فایل تنظیماتش فایل مانیت RC هست که ما محتویاتش رو الان میبینیم. توی این فایل سرویس بودن اجرا شدن این مانیت، این نرم افزار مانیت به عنوان یک سرویس، یعنی در موقع دائمون روی این سیستم عامل هاست ما، لینوکس ما، توی این قسمت تنظیم شده. تو قسمت های پایین تر مسیر فایل لاگی که گزارشات این نرم افزار مانیت، گزارش عملیاتی که انجام میده، حالا یا خطایی با خطایی مواجه بشه یا هر گزارش دیگه ای رو توی این مسیر، توی این فایل می نویسه و تنظیمات دیگه ای که حالا معمولا به صورت پیش فرض هستش و نیاز به تغییراتی نداره. میتونید PID فایل این سرویس رو، سرویس خود مانیت رو جابجا کنید یا هر تنظیمات دیگه ای که نیاز باشه. تنظیمات مهمی که باید تغییراتی رو روش انجام بدیم، قسمت فرمت آلرتی هستش که قرار ارسال بشه، یعنی ایمیل میکنه، میتونید تغییر بدید. مهمترین قسمتش دسترسی به کنسول وب این مانیت هست که از چه نتورک هایی، از چه IP هایی داخل نتورکتون
به این کنسول وب دسترسی داشته باشید و با چه یوزرنیم پسورد هایی. در اینجا هم پایین تر هم مثال هایی رو از انواع چک سیستم و چک فایل هایی که میتونید مانیت تعریف کنید آورده و مثال زده که اینجا یک سیستم رو چک کرده، در واقع تو این قسمت آپاچی سرور رو مورد چک و مانیتور قرار داده و الی آخر فایل سیستم و فایل و دایرکتوری و یک هاست داخل شبکه. در آخر هم این مسیری که اینجا آدرسش رو گذاشته include کرده به این معنی هستش که داخل این دایرکتوری etc/monit/conf.dir هر فایلی که قرار داده بشه، هر فایل متنی، در انتهای این فایل کانفیگ اصلی include میشه. من روی این هاست یک سری سرویس داشتم که فایلاش رو اضافه کردم، آپاچی هستش، استریسک و MySQL، که همه رو به عنوان سرویس اضافه کردم که حالا دونه دونه اونها رو بررسی میکنم. برای یک پروسس، برای یک سرویس پروسس، سینتکسی که باید استفاده بشه به این صورت هستش: چک عنوان اون آبجکتی که نیاز دارید به مانیتور بشه، که الان در اینجا من پروسس ست کردم، اسم اون پروسس که با سینتکس with PID file، آدرس اون PID اون پروسسی که نیاز دارید مانیتور بشه رو قرار میدید. سینتکس عملیات مانیت به این صورته که برای اون پروسس میتونید استارت پروگرام و استاپ پروگرام تعریف کنید، که برای استاپ کردن اون پروگرام باید چه کامندی اجرا بکنه، برای استارت هم چه کامندی اجرا کنه. در اینجا تایم اوت قرار داده شده که اگر این پروسس استارت پروگرامش با 30 ثانیه تایم اوت مواجه بشه، مجدد این مانیت اون پروسس رو ریستارت میکنه. همینطور برای سایر پروسس ها و سرویس ها من این فایل ها رو تنظیم کردم از قبل. بعد از اینکه تمام فایل ها تنظیم شد، با کامند مانیت استاتوس شما میتونید وضعیت پروسس ها و اون آبجکت هایی که توی مانیت تنظیم کردید برای مانیتور کردن اون آبجکت، یه وضعیت کلی از اون آبجکت به شما نشون میده که الان در وضعیت رانینگ هستش یا استاپ هستش، یا حالا اگر هاست نتورک هستش لایف هست یا خیر، و اینکه آپ تایم این سرویس اون آبجکت رو به ما نشون میده و سایر اطلاعاتی که مورد استفاده هست. در اینجا مقدار مموری حافظ رمی که
این آبجکت داره استفاده میکنه رو به ما میگه و همچنین سی پی یو رو. و در آخر هم زمانی رو که این اطلاعات رو شروع کرده به جمع آوری، data collected، به ما میگه که از این تاریخ و این ساعت شروع کرده برای این پروسس. پروسس های بعدی هم همینشون صورت هستش. در آخر هم که خود این سیستم هاست لینوکس رو مانیتور کرد. برای دسترسی به کنسول وب مانیت، همونطور که قبلا عرض کردم، تو فایل مانیتور سی، فایل کانفیگ مانیتور سی میتونید تنظیم کنید از چه پورتی قابل دسترس باشه و چه آدرسی، که اینا رو قبلا من تنظیم کردم. تو این پنل وب هم به همون صورت که تو کنسول SSH اطلاعات رو به ما میداد، اطلاعات اون آبجکت رو، تو پنل وب هم به همین صورت هست. حالا مقداری هم اطلاعات دقیق تر و خواناتری رو به ما میده، که اینجا چند تا دکمه برای سری عملیات استارت سرویس، استاپ سرویس، ریستارت یا کلن دیزیبل کردن این آبجکت، مانیتورینگ این آبجکت در اختیارمون میذاره که این مقدار کار کردن رو راحت تر میکنه. همونطور که میبینید این پنل فقط پنلیه که بابت ویو اونلی هستش، یعنی در واقع فقط شما میتونید آبجکت هایی رو که از قبل تعریف کردید توی فایل کانفیگ اینجا مشاهده کنید. از این قسمت شما نمیتونید هیچ آبجکتی رو تعریف بکنید برای مانیت. برای تست کردن این مانیتورینگمون که چطوری کار میکنه و درست عمل میکنه یا نمیکنه، میتونیم به راحتی اون رو تست کنیم. ما یه آبجکتی رو داریم اینجا به اسم MySQL سرور که آپ تایم 24 روز و 10 ساعت داره. ما میایم به صورت دستی این سرویس رو استاپ میکنیم. بعد از اون تایموتی که توی فایل کانفیگ براش در نظر گرفتیم، فکر میکنم 120 ثانیه بود، این مانیت متوجه میشه که این سرویس ران نیست،
پی آی دی فایلی که براش تعریف کردیم دازت اگزیست هستش. بعد از اون تایم اوتی که براش در نظر گرفتیم، عملیات ری استارت کردن سرویس رو برای ما انجام میده که این سرویس به حالت اولیش برگرده. اینکه آپ تایمش 0 مینیت هستش. همونطور که قبلا هم عرض کردم، نرم افزار مانیت گزارشاتش رو توی مسیر ورلاگ مانیت دات لاگ می نویسه. هر عملیاتی رو که انجام بده، هر پیغامی رو که مشاهده کنه اونجا ثبت میکنه به صورت ارور MySQL the process is not running. اون زمانی هستش که من MySQL رو استاپ کردم. تمام مراحل کارهایی رو که داره انجام میده رو توی لاگ ثبت میکنه و ما میتونیم بعدها گزارشات رو مشاهده کنیم و استفاده کنیم. این نرم افزار خیلی نرم افزار جمع و جوری هستش و تنظیمات خاص دیگه ای رو من نمیبینم که داشته باشه و بتونیم از اون استفاده بکنیم. خیلی سبک و کارآمد هستش. امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره.